تمام آقا عزیزم، من فقط خیلی کنم سریع آب میگم. بگو صدا کم ادام هست بلندتر. بله بله بگو بگو. بله بله من خیلی وقت کم دارم بخاطر این گوشی یه نفر دیگر گرفتم، اکانت هم زدم فقط بخاطر که بتونم بیام بالا. ما خونمون نزدیک محلیه که تظاهرات انجام میشه، در پارکینگ همه ساختمان ها میتونست باز باشه، تمام خونه ها و آپارتمان ها با یه دونه کلید زدن میتونستن دراشون رو باز گذاشته باشن. اگر این رو به آدم ها خبر بدیم به نظر خیلی اثر میذاره. اونایی هم که برای تماشا میرن، مثلا یه دونه ماشین با ماشین را میافتن میرن، آقا تیشرت های کهنتون از تو خونه بذارید تو ماشین، حداقل همراهتون باشه. این دوتا چیز به نظرم رسید خیلی کاربردیه. امیدوارم همه به گوش آدم ها برن. ممنون ممنون. پس به مردم بگیم که دراشون رو باز بذارن که دارین فرار میکنن بتونن برن توی خونه مردم پنهان شن، درسته؟ بله بله اصلا کلن مردم فکر نکنم مشکل داشته باشن با اینکه یه نفر بیاد تو پارکینگشون منتظر شه، چون خیلی هم پیگیر نیستن، فقط کافیه که اون فرد محوشه دیگه پیگیرش نمیشن خیلی زیاد، بعدش در رو با میذارن و میفرستن بره برند خودم. دراتون رو باز بذارید، بعد اگرم با ماشین دارید میرین اونجا که ببینید تو ماشینتون، فقط برای خودتون تیشرت نذارید، برای بقیه هم تیشرت بیارین، تیشرت های کهنه هر چی دارین بیارین. اگه کسی مثلا پینگ پونگ چی میگن چی رنگایی که چی میگن بهش پینگ پال رنگ پینگ پال اینا خوردید، دیدین کسی رنگ خورده مثلا بهشون تیشرت بدین که تیشرت هاشون رو عوض بکنه. این پیشنهاد خوبیه که برین مثلا وسط با تیشرت به مردم تیشرت بدین، پیشنهاد خوبی هست نه؟ نه تو ماشینتون آره بذارین. آره نه خوبیه. آره یه موردی هم بود که نوشته بودم برای من تو اون چت، تو همین چت اینجا گفتم برای مقابله با موتورها یه دونه گازوئیل، استفاده از گازوئیل و روغن ماشین گویا، مثل اینکه اگر رو سطح آسفالت بریزن موتورها نمیتونن به راحتی حرکت کنن. یکی این مورد. یه مورد دیگه هم بود که یکی فرستاد تو تلگرام که من تو کانال تلگرام اون گذاشتم که چجوری با میخ میتونید عرض کنم که با چند تا میخ چجوری دسته کنید دور هم قرار بدید که بخواین در سطح خیابون بریزین که ماشین ها نتونن، یعنی به حساب باعث میشه که اون لاستیک اون ماشین ها پنچر بشه و نتونن حرکت بکنن یا حرکت بشه. گازوئیل خیلی فکر خطرناک و بدیه. من خودم موتور سوارم، فرداش میافتم میمیرم بابت اینکه شاید اون موتوری هیچ وقت اونجا رد نشیم. واقعا به نظر پیشنهاد نه برای موتوری هایی که میبینن دیگه، نه که در کل کشور سطح کشور تمام خیابوناشو برن لا گازوئیل بریزن. نه همونجا میگه همونجا که بریزی فرداش ممکنه یه موتوری دیگه بیاد بیفته بمیره. این نکته مهمیه، نقد خوبیه. الو نریز نمیدونم اینا بررسی کنیم بچا. اینا ما داریم میایم اینجا پیشنهاد آره ما داریم پیغام ها رو میخونیم خب که ببینیم آیا پیشنهاد خوب بررسی کنیم، پیشنهاد خوبیه پیشنهاد بدیه. الان چندین نفر به ما گفتن اینا رو بریزین که اینا لیز بخورن بیافتن. الان یه نقد شد به این که نه اینا رو نریزین چون روز بعد ممکنه یه آدمی که با نظام نیست بیاد لیز بخوره بمیره. خب برای همین ببینین خوبه این نقد رو، یعنی هر چی ما داریم میگیم اینجا قبول نکنید، بیاین بگین مشکلاتی هم اگه هست بررسی کنیم با هم. اوکی ممنون از این نقد شما. آره حتی میگم ما همه رو بررسی میکنیم دیگه، به همین بر اساس همین گفته های خود شما و چیزایی که ما خودمون تحقیق میکنیم تو همون لیستی که قرار منتشر کنیم به صورت پی دی اف همه رو، یعنی دیگه اون لیست نهایی دیگه همه چی شده دیگه، سعی کردیم تمام مذرات رو عرض کنم، منفعتاش و سوداش رو همه رو بسنجیم و در اونجا قرار بدیم.